پنج دلیل برتری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر دیگر پیامبران الهی. همه انبیا سخن حق آوردند، ولی کتب انبیای گذشته زیر هیمنه و نفوذ قرآن کریم حفظ می شود و خداوند قرآن را مهمن بر کتاب انبیای پیشین قرار داده است و این دلیل برتری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. سلام، باز هم در یکی دیگر از ویدیوهای نکس میدیا در خدمت شما هستیم. برای حمایت از ما نکس میدیا را سابسکرایب کنین و زنگوله را نیز فشار بدین. همچنان برای ویدیوهای بیشتر ویدیو ما را لایک کنین و خود را با جهان بیشتر آشنا بسازین. فضیلت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی بر سایر انبیای بزرگ خدا با دلایل مختلف قرآنی، روایی و عقلی ثابت می شود. در میان انبیا برخی بر بعض دیگر برتری دارند. اول، بشارت حضرت مسیح علیه السلام. در قرآن کریم از زبان حضرت عیسی علیه السلام آمده است و نوید دهنده برای پیامبر هستم که پس از من خواهد آمد و نام او احمد است. بشارت در مورد است که پیامبر بعدی مطلب نو و تازه برای امتش بیاورد. اگر پیامبر خاتم در سطح انبیای گذشته یا در سطح رسالت عیسی مسیح سخن گفته باشد، نخست این که دیگر نیاز به آمدن پیامبر تازه نبود و دوم این که مجال برای بشارت نبود. سخن حضرت مسیح علیه السلام که من کتاب آسمانی پیامبر گذشته را تصدیق می کنم و آمدن پیامبر را در آینده بشارت می دهم، نشان می دهد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت عیسی علیه السلام افضل و قرآن کریم از انجیل بالاتر و رهاورد پیامبر اسلام پیش از رهاورد مسیح علیه السلام است، زیرا تنها در این صورت معنای بشارت تحقق می یابد. هیمنه قرآن بر کتب انبیای پیشین. همه انبیا سخن حق را آوردند، ولی کتب انبیای گذشته زیر هیمنه و نفوذ قرآن کریم حفظ می شود و خدا قرآن را مهمن بر کتب انبیای پیشین قرار داده است. خدای سبحان در سوره مائده پس از ذکر نام چند تن از انبیا می فرماید: پس از انبیای گذشته و بعد دنبال آثار آنان، خدای سبحان عیسی فرزند مریم را فرستادیم، در حالی که تورات را تصدیق می کرد و به او انجیل را دادیم. سپس خطاب به پیامبر خاتم می فرماید: ما این کتاب را به درستی فرو فرستادیم که کتاب پیش از خود را راست می شمارد و نگهبان بر آن است، یعنی از تعریف و دگرگونی آنها جلوگیری می کند، به گونه ای که مورد تعریف شده آنها را پس از عرضه به قرآن کریم به خوبی می توان تشخیص داد. از سوی دیگر، کمال علمی، مقام و شخصیت معنوی هر پیامبر در کتاب آسمانی او ظهور می کند. به عبارت دیگر، کتاب آسمانی هر پیامبر تجلی شخصیت همان پیامبر است. پس کمال علمی و شخصیت معنوی پیامبر خاتم در قرآن ظهور می کند. بنابراین چون هیمنه، سیتره و فضیلت قرآن بر کتاب انبیا ثابت شده، فضیلت قرآن بر کتاب‌های انبیا ثابت شده، فضیلت رسول خاتم بر دیگر انبیا نیز ثابت می‌شود. حاصل آن که مقام موسی کلیم در حد تورات و مقام عیسی مسیح در حد انجیل و مقام انبیای دیگر در حد کتب و صحف آسمانی آنان است. مقام پیامبر در حد قرآن است و قرآن نیز بر تورات، انجیل و صحف دیگر مهمن است. پس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مهمن بر موسی کلیم علیه السلام، عیسی مسیح علیه السلام و انبیای دیگر است. بنابراین زمان می توانیم منزلت علمی رسول گرامی را ارزیابی کنیم که حقیقت قرآن را بشناسیم، زیرا هر پیامبر به اندازه کتابش مردم را به حق دعوت می کند و هرچه به عنوان آیه تدوینی کتاب اوست در وجود مبارک آن پیامبر به عنوان آیه تکوینی و وجود عینی متحقق است. Thank you.
سوم، خاتمیت رسول اکرم. خدای سبحان در مورد خاتمیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، اما فرستاده خدا و خاتم یعنی واپسین پیامبران است. خاتم یعنی مهری که در پایان نوشته ها و نامه ها قرار می گیرد. نویسنده پس از آنکه آنچه را لازم بود نوشت و تمام مقاصد خود را بیان کرد، پایان نوشته های خود را مهر کرده ختم آن را اعلام می کند و انبیا کتاب و کلام حقند. مقصود از خاتمیت تنها تأخر و خاتمیت زمانی نیست، بلکه خاتمیت رتبی در قوس صعود نیز هست. بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واجد همه مزایا، فضیلیت ها و خصوصیات پیامبران گذشته است و تا روز قیامت احد بهتر و کامل تر از او نخواهد آمد، زیرا اگر کامل تر از او یافت می شد حتما او به مقام خاتمیت می رسید، نه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. رسول اکرم بنده مقام اطلاق. بعض انسان‌ها تحت تدبیر اسم‌های جزئی حقند. بعض در حقیقت عبدالرزاق، عبدالباسط، عبدالقابض، عبدالکریم یا عبدالجلیل هستند. اما پیامبر اسلام عبده هست، یعنی پروردگار مدبر و مربی شخص وی است که نهایی ترین مرتبه را داراست و در قوس صعود مقام برتر از مقام ربوبیت شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست. خدای سبحان وقت کلمه عبد را برای انبیا به کار می برد با نام آنها همراه می کند. برای مثال می فرماید: یاد کن بندگان ما ابراهیم، اسحاق و یعقوب را، یا یاد کن بنده ما داوود را، یا یاد کن بنده ما ایوب را. ولی پیامبر خاتم را بی نام یاد می کند و نام مبارک پیامبر را قبل یا بعد از کلمه عبد نمی آورد تا گفته شود که نام آن حضرت بعد دلیل قرینه معذوف است. بزرگوار است آن خداوندی که فرقان را بر بنده خیش فرو فرستاد تا بیم دهنده برای جهانیان باشد. و دلیل پنجم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اولین مسلمان. خدای سبحان به پیامبرش فرمود: منظور از اول المسلمین اولویت ذاتی است که گاه از آن به اولویت رتبی یاد می شود. خداوند درباره حضرت ابراهیم علیه السلام با اینکه از نظر زمانی جلوتر است و سرسلسله انبیاء ابراهیمی علیه السلام است و درباره حضرت نوح علیه السلام که شیخ الانبیاء و حضرت آدم علیه السلام که اول البشر است از این عبارت استفاده نکرده است. این نکته نشان می دهد که این اولویت زمانی، تاریخی و مادی نیست. زیرا اگر منظور اولویت زمانی بود، هر پیامبر نسبت به قوم خیش اول المسلمین بود. پس علت این که خدای سبحان تنها به پیامبر اسلام فرمود که بگو من مأمورم که نخستین مسلمان باشم، این است که وی صادر اول و ظاهر اول است، یعنی هیچ کس در رتبه وجود او قرار ندارد، چنان که نخستین کسی که در قیامت محشور می شود آن حضرت است. بله، این بود ویدیوی امروز ما. برای ویدیوهای بیشتر نکس میدیا را سابسکرایب کرده و از زنگوله را نیز فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین، و برای حمایت از ما کافیست ویدیو ما را لایک و شیر کنین. نظریات زیبایتان را هم میتونین در بخش کامنت بنویسین و خدا نگهدار شما.